به به بزن این بچه های دوستای منم اصلا بیان یه لحظه بیان لایف. آره لایف دارم. چه خوشتیپ، چه بابا مانور منه. به به بچه حالا ببینید به جای سلام گفتم مانور منه. بدون موزیک میخوام اول از یه گل خوشگل براتون بگیرم که الان برای من اومده. خب اول از کجا؟ از اینجا. به به سلام میکنم به همگی بچه ها. من اول صبح ببینید چقدر خوشگل. به به ملیکا وی هستو؟ مازیار. مازیار یکم فارسی یه ذره بلده دیگه. انگلیسی کوچولو بر. و این آقای خوشتیپ. بچه ها ببینید چه هدایایی برای من اومدن. به به این چه خیلی نگید اینجوری، چون وگرنه اون موقع میگم که پس قابلش برام میاد. بچه ها خیلی الان میگم بچه ها میگم با زیبا ذوق کرد. نه من اولین بار یعنی یه قسمت شد بعد از این هم مدت بیام زیبا جونو بدم. نه با هم یه تاله تماس تلفنی داشتیم ولی واقعا انگار آدم سالها زیبا رو میشناسه. اصلا نمیتونم بگم، خیلی هیجان زدم. زیلو چقدر خوشقول. اینو من بگم یکی از ایرانیایی که من گفتم اینا حداقل ساعت 12 میان، من 9 بیدار شدم. گفتم یه ذره خوب شد کرد. بعد دیگه خب خیلی وقت فکر میکنی میشناسی منو. آره خیلی وقت فکر میکنم میشناسی. انگار سال هاست میشناسم زیبا جونو. یعنی دیگه بگم چجوری با هم آشنا؟ آره بگو بگو. من اصلا جز فالوورای زیبا جونم نبودم. همینجوری داشتم این اینستاگرام نگاه میکردم، همینجوری میذارم میرفتم، یه دفعه دیدم یه لایوی داشتین شما ضبط شده بود، دیدم ای اونجا یه فرشه، همچنین دراز کشته بودم. بعد به امید نشوندم بودم نگاه کن چه فرشیه. چه فرشای همینجوری اومدم خیلی اتفاقی بهت پیام دادم، بعدم یه شماره است اتفاقی زدم. یعنی اتفاقی گفتم بذار ببینم بر میداره، زنگ زدم بعدم جواب ندادی که خودتون زنگ زدین. اصلا خیلی وقت میشه. ببین انگار این فرش مال شما بود. من این فرش کم این فرش کنم. هم اینجا اینجاست بچه، فرش اینجاست داره. سلام فرش جون، حالت خوبه؟ اینجا وای چقدر خوش. این فرشی بهونه بود که بیام شما رو ببینم. واقعا بعد منو فالو کردی گفت. آره سری فالو کردم و دیگه اومدم جزو فالو. آره شهری هستی که بهارم شهر من هستی که بیلفلد. بیلفلد وای خیلی عالیه. ملیکا تو چه؟ آره چرا خوشگلی آخه تو؟ چی شده؟ چرا پات فارسی که بلدی خوبه؟ آره نه من فارسی بلدم. نه من خوبه. آره ملیکا آره خوبه خدا داره. آره ولی خب یه ذره چی شد تصادف؟ دیشب که ملیکا رفته بود بیرون بعد یه دفعه به ما زنگ زدن که ملیکا تصادف کرد. با چی؟ من پیاده رو بودم ماشینی اومد بهم زد. آره یعنی واقعا خدا بهم رحم که انگار خدا من نجات داد. دقیقاً ماشین اومد من روی پیاده رو بودم، ماشین وقتی بهم نزدیک شد نزدیک ماشین بودم قشنگ ماشین یو استوب که بهم خود قشنگ یه متر افتادم بالا یو همینطور افتادم پایین دیگه نمیتونستم تکون بخورم و اینا. بعد یو همه مردم اومدن دور و برم و اینا ماشین زد ولی هیچ چیش نه. اصلا خیلی جالب معجزه شد دیشب. الان بچه همه میگن معجزه این تابلو امام علیه. از اون موقع که تابلوه ماده هر چه اتفاق خوبی میفته میگم مال اون تابلوه. اتفاقا ملیکا میگفت دیشب میگفت من به هیچی اعتقاد ندارم ولی من نمیدونم چرا چجوری شد که من گفتم بالاخره خداوند بوده تو رو گرفته. چاله دستم شکسته نه آره. پام شکسته این تا حالا بیمارستان خدا شد چه جاله پلیس آمبولانس کلی اومد بردنش بیمارستان گفته هیچ چیزی نیست. آره خدا شد تو آلمان نبودم مثلا تا حالا هیچ اتفاق برم نیفته هیچ جات هم نشکسته این کارا نشده این کارا تصادف نکنم برای اولین بار تصادف رو تجربه کردم دیروز. یعنی اولش ترسیده بودم افتاده بودم زمین همینطوری فقط داشتم گریه می‌کردم. مام بابام خونه بودن رفته بودم خرید من ولی اومدی خونه نه 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 آوردن آمبولانس منو بردن بیمارستان ما رفتیم اونجا به ما زنگ زدن آره. دیگه ما سریع رفتیم اونجا گفتن آلس اوکی. رفتم عکس انداختن خیلی جالبه. فیلمم بود خودشون گفتن تصادف واقعا خیلی تصادف خطری تو خیلی وندر همه میگفتن ببین چون باید میمدی اینجا دیگه همین بوده من باید تو رو میدیدم دیگه. بچه ها نگاه کنین بعدن این همه آدم ها میگن زیبا امامه باور کن یه سر
چقدر قشنگ میخندی. اسم امید سومین باره دارم میپرسم. خب مازیار خوشگل، یه ذره فارسی حرف بزن، صحبت کن یه انگلیسی. خب این که بگید که چرا فارسی بلد نیست، چون پسر دوستتونه. آره پسر دوستمونه، مهمون ماست، ولی خب مازیار اینجا به دنیا اومده ولی فارسی متوجه. پدر مادرت ایرانی هم؟ بله. ولی خب چرا تو تو خونه فارسی حرف نمیزنی؟ ذهن فارسی، فقط فارسی میفهمه بیشتر. خب بازم خوبه. خوبه آره خوبه. یه ذره اینجا یاد میدیم بهت فارسی. آره یاد میدیم. اتفاقا ملینا یه دختری بود که اینجا اومده بود یه هفته پیش من، آره دیدم دیوند چه شبیه بعد از این. بعد اونم من باز حرف زدم من بعد، ولی چقدر فارسیش خوب شده بود اینجا. حالا فارسی تو همین یکی یه روز خوب میشه. آره مرسی امید، حرفی داری برای ما بگی؟ بعدشم خیلی خوشحالم شما رو دیدم و ممنونم از بابتی که ما رو قابل مصیبت دعوت کردین ما رو به منزلتون و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت. من خودم به شدت نیازمندم به یه همچین روو. بچه‌ها الان میگن سکته نکنی. راست میگن آخه من انقدر بچه‌ها این جر میریم الان. اتفاقا به حبیب گفتم و دیروز احمد اومد اینجا، الان داشتم همین وسایل که اینجا بود گفتم تو گفتم بودم اینا 11 12 میرسد تا گفتی. بعد دیگه احمد گفتش که چون تعداد زیاد خونه من چیز نمیشه، من همه وسایل هم آورد و چیزای نهار و اینا رو گفت با من. بعدش گفتش که با من ولی اینجا باشه که اونجا، گفتم باشه بهتر دیگه، سه نفر کم میشه تقریبا چون یه دانشجو هم خونش هستش. خب در واقع آره رفت آمده یه ذره حساب کردیم، گفت حالا باشه برای بعد، ولی خب حالا با هم باسو. بچه ها میبینید دیگه چقدر چه گل خوشگلی اینا میگه. این گل یه ذره تعریف کنی، این گل چیزه دیگه اسمش چیه؟ آتالیا. آتالیا امید. من امید گرفتم. امید ما میپرسیم قیمتش رو میتونی بگی؟ دیگه نپرسیم، بپرسیم دیگه، ما دیگه خودمونی شدیم. خب برای اینکه بچه‌ام الان بپرسم بدونم بچه قابل نیست که من بخوام، ولی من بذارم برای بچه‌ها بگم. به خاطر من فکر میکنم این گل حدود حداقل 8 یورو باشه. نمیدونم همونی که شما همون حدودن چون که بابا بگید ما همه میگیم دیگه، به خاطر اینکه این یه کنت ببین دیدی بچه دیدید من الان این 12 یورو ببین. خب ببین باید آدم بدونه، من باور کن یه بار یه چیز گرون هست، شما یه شاخه روزم بخرید. نه اصلا یه چیزم بهت بگم چون من هیچی نمیخرم. یه چقدر یاد نه خیلی هم خوشگلی. ببینیم بچه ها خیلی خوشگلی. اتفاقا شما وایناختن و کریسمس رو چیز کردید و حالا اینا لواشک و اینا لواشک ایرانه، اونا هم چیلیه. چیلی آره اینم که چیزه این ما چیلیه بسیار عالی بسیار عالی. بچه ها ولی در مورد هدایا یه چیزی بهتون بگم. چی بود؟ آره یه بار یکی از دوستان بود، یه خانم آلمانی همسایه‌م اومد گفت با این ست قابلمه رو من بر تو میدم دیگه، به خاطر اینکه من استفاده زیادی هم ندارم و بعد دیگه این ست قابلمه رو الان دارم بعد از اینکه، چون همیشه میگم قیمت رو بپرسیم، حالا بذار نگاه کنم به تو. بعد یه دفعه یه زن با خودم نشون بدم بچه ها من دید. بعد یه دفعه که برگشتم گفتم که اینجوری کردم با چیز، گفتم که این قابلمه ها خیلی خوشگلن، اینا حداقل 50 یورو قیمتشونه. یه دفعه برگشت گفتش ببین این قابلمه کوچیکه 50 یورو سا. آره گفتش که یعنی واقعا این چیزا خیلی وقتا به آدم کنتنیس و شناخ میده. بعد مثلا فرض کن مثلا میگه وگرنه خب حالا شما چه اینو یه اویرو بگیرید چه اونو 20 یورو بگیرید تو اون احساسش فرقی که نمیکنه ولی شناخت میده. خب اینجوریه. خب عزیزم این خودش یه معجزه شد دیگه، دو بی سن ووندر. من پنجره ببندم و بعد اگه موافقید و بعد بچه ها بذاریم بگم میرم به بچه ها برسم. در این حد خیلی ممنون از شما که برای من اجازه دادید لایف بذارم
و این بچه ها میگن زیبا زشته نگو اینا رو، باز میدونم میگن آبروریزی زیبا. بچه آبروی آبرو دیگه، ما اینا و اینا انگار ما 10 سال میشناسیم هم دیگه. من راحتی واسه هم باورم نمیشد انقدر احساس آرامش کردم با زیبا حرف زدم. اصلا من نمیخواستم بیام هامبورگ، فاصله‌مون هم زیاده، بعدش هم اصلا حواسم نبود که مهمونم دارم و اینا. بعد که حکم ملیحا گفت ما مهمون داریم، قراره مازیار بیاد پیش ما بمونه. گفتم باشه. من میگم مازیار تو بیزن شات فور اونز. بابا تو هم گشنگ شدی برای ما دیگه. خب چقدر صمیمیت که دوستتون رفته ایران؟ بله رفته ایران. بعد مازیار رو گذاشته پیش ما. مازیار فقط با ما رفت آمد میکنن. چه با شما رفت آمد؟ با ما راحت‌تر. چقدر خوب. شما مثلا مثل دو تا یه خانواده دیگه داشتن. چند وقت ما اینجا میمونه مامانت رفته؟ 10 روز. 10 روز. آره پیش ما. خب خیلی خوشحال خوبه ها. انقدر ما بچه بودیم دوست داشتیم پدر مادرمون ما رو یه جا بذارن. آره. خیلی خوبه پدر مادرت تو رو گذاشتن. خوابت گرفت. الان یه چای میذارم. ما مهمونا رو اینجوری پذیرایی میکنیم. بچه ها ما میخواییم بریم خونه حبیب. حبیب منتظر ماست اینجا. اگه احمد میبینه، احمد واقعا ازت ممنونم، همه چی قبل دیروز آورد و گفتش تا چی گفتم یه غذای ساده میخوام درست کنم، با هم درست میکنم. بعدش دیگه اینجوریه دیگه بچه ها، هم فرشه میره، هم اومدم فرشه رو بخرم. فرشم بچه یه سری به من گفتن که فرشه رو خیلی قشنگ اونجا، گفتم بابا صاحب پیدا کرد یه کسی که خب حالا میره. بعد حبیبم منتظر ما ساعت تقریبا گفت 1 من منتظر شما، به نفع ما اینجا میشینیم غیبت درمانی. خب بچه ها میریم بدون موزیک شروع کردم چون هول شدم دیگه، هول شدم. خب بچه ها بای بای تا بعد، ما بریم به سمت لاست تراپی خودمون. همه بام وای وای بچه ها میگن همه میدن سرحال. خود میدونستم لایف میگیریم یه لباسی یه سر با خودم میرسید. وای وای تا بعد بچه ها.